بعد از صحبت در مورد رنگ های مکمل و رنگ های متضاد این بار میخوایم در مورد ترکیب رنگ ها با هم دیگه صحبت کنیم سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ از گروه و استودیوی تایملس روم توی این قسمت یعنی قسمت سوم رنگشناسی به کمک کتاب رنگ ایتن میخوایم در مورد ترکیب رنگ ها صحبت کنیم پیشنهاد میکنم اگه دو تا محتوای قبلی رو ندیدین که یکیش در مورد رنگ های مکمل یکیش هم در مورد رنگ های متضاد اونا رو ببینین چون نیازه و بعد از اون به دیدن این ویدیو بیان خوشحالم میشم قبل از دیدن ویدیو کانال ما, کانال ما رو, اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش رو هم بزنید خب ایتن تو فصل ترکیب رنگ ها اول از همه میاد میگه که آقا هر رنگی میتونه با رنگ های سیاه، سفید، خاکستری و بقیه رنگ ها ترکیب بشه و به ما یه رنگ جدید بده صحبتی که ایتن در مورد رنگ و ترکیب رنگ میکنه بیشتر توی قالب نقاشیه چرا که حالا نقاش نیاز داره که روی اون پالت رنگی با مثلا شش رنگ هفت رنگی که داره خودش بقیه رنگ ها رو بسازه حالا به خاطر این ایتن یه سری مطرح میکنه که بیاد به کمک نقاش که البته به درد کسی که بخواد رنگ شناسی رو خوب متوجه بشه و حالا توی بقیه هنری هم ازش استفاده بکنه به درد اونم میخوره که حالا ما این معمار ببینیم چه سودی برامون داره بریم این ترفنده رو با هم دونه دونه در مورد صحبت بکنیم اولین ترفندی که ایتن مطرح میکنه نوارهای ترکیبه میگه فرض بکنیم ما دو رنگ داریم مثلا سیاه و سفید اون دو رنگ حالا میتونن متفاوت باشن میایم بین این دو رنگ مخلوط های درجه بندی شده بین این دو تا رنگ رو قرار میدیم تمرینش هم همون راحت با رنگ سیاه و سفیده شما سیاه و سفید رو تو قالبه مربع فرض بکنین حالا میخوایم با یک سری مربعی که بین این دو رنگ هست و خالیه بیان یک طیفی از سیاه به سفید بسازیم مثلا مربعی که بعد سیاهه میزان سیاه زیاده ولی یه مقدار از سیاه خالص کمتره چرا چون به سفید نزدیکتر شده همین طیف رو ادامه بدیم تا به سفید برسیم تمرینش رو میتونیم با یه مداد معمولی هم انجام بدین تا دستتون بیاد که چه مقدار ترکیب بکنین که کاملا اون مخلوط به صورت درجه بندی شده براتون به نمایش در بیاد حالا اون دو رنگ سیاه و سفید گفتم میتونم فرق کنم مثلا زرد باشه و نارنجی یا سبز باشه و قرمز حالا بین اینا ما میخوایم تیف های رنگی مختلف با مخلوط کردن این دوتا رنگ به دست بیاریم بعد از این ترفن یعنی نوارهای ترکیب که شاید ساده ترین نوع ترکیب هم باشه میرسیم به نوارهای مسلس یک مسلس متساوی الازلا فرض بکنیم که هر زلش به سه قسمت مساوی تقسیم شده و هر کدوم از اون قسمتهای مساوی اومده زل یک مسلس متساوی الازلای کوچکتر رو تشکیل داده که دوباره به ما سه تا مثلث متساوی الاضلاع میده و با همون خطوطی که بهمون به میده و خطایی که میکشیم سه تا مثلث دیگه هم دوباره توی اون مثلث خلق میشه و در مجموع ما نه تا مثلث متساوی الاضلاع داریم توی یه مثلث متساوی الاضلاع بزرگ حالا مثلثایی که هر کدوم روی رأس مثلث بزرگ نشستن و رنگ انتخابی میدیم تا به ترکیب مناسبش برسیم مثلا فرض بکنین زرد، قرمز و آبی یعنی رنگ اصلی حالا میاد ترکیب دورنگ اصلی مثلا قرمز و زرد میاد توی مثلث بینشون که چسبیده به ضلع مثلث متساوی الاضلاع بزرگه میشینه یعنی مثلا بین قرمز و زرد رنگ نارنجی میشینه برای زرد و آبی هم سبز و برای قرمز و آبی هم بنفش حالا یه سری مثلث وسط خالی میمونن که از ترکیب سه مثلث مجاور خودشون ترکیب رنگیشون به دست بیاد یعنی آقا ما فرض میکنیم که این سه رنگ اگه با هم ترکیب بشن این رنگ رو به ما میدن اینو دقت بکنیم که حالا ما خیلی وقتا با فتوشاپ ایلاستریتور یا حالا نرم افزارهای دیگه میتونیم این ترکیب رنگی ها رو به وجود بیاریم ایتن اینا یه سری تمرین که ایتن گفته تا ما خودمون با رنگ ها بازی بکنیم و درکمون از ترکیب رنگ ها بیشتر بشه تا بتونیم مثلا بگیم که ترکیب سه رنگ سه از اون مسلس ها چه رنگی رو به ما میده تا در نهایت یه طیف مناسب بهمون بده بعد از مسلس های ترکیب میرسیم به مربع های ترکیب حالا فرض بکنیم یه مربع بزرگ داریم که به تعداد تیف هایی که میخوایم اومدی مربع کوچیک کوچیک توش درست کردیم انگار یه مربع بزرگی که توش حالا به تعداد خودمون پیکسل قرار دادیم میایم روی کنج هر گوشه از این مربع یه رنگ خودمون رو قرار میدیم مثلا سیاه و سفید و قرمز و آبی حالا رنگ هایی که روی این ما بین این گوشه ها قرار می گیرن ترکیبی از این چهار تا هستن مثلا یکی از مربه ها رو ما سفید فرض کرده بودیم یکیشو قرمز طیف بین این دوتا همون به صورت نواری پر میشه اما پایین وقتی میایم یه ردیف پایین تر میخوایم پیکسل های پایینیشو پر بکنیم حالا دو رنگ پایینم که توی گوش های پایین قرار گرفتن اونا هم ترکیب میشن با اونا و حالا یه رنگ متفاوت به ما میدن یه بازی از بچه ها پیشتان میکنم اون رو بازی بکنین دقیقا همینه یعنی به شما یه مربع میده که شما باید اون رنگ های ترکیبی توش رو پیدا بکنین و منظب بکنین توی گوگل پلی و اپستور و بقیه جا هم هست میتونین راحت دانلودش بکنین اسمش کالر پازل آفلاین هیو گیمه اگه شما نکنم حالا اسمشو میذارم آیکونش هم میذارم میتونید دانلود بکنین دقیقا همین مربع های ترکیبه یعنی اونجا به شما یه مربع ترکیب میده که حالا هم میتونی خودتون بسازین هم پیش خود بازی داره و شما بیاین این رنگ ها رو توش بچینید حالا در مجموع این سه نوع ترفندی که من گفتم یعنی حالا نوار ترکیب مثلث ترکیب و مربع ترکیب چه کمکی به ما میکنه اول از همه به ما کمک میکنه که ما یه پالت رنگی انگار داشته باشیم از بین اونها یک سری رنگ ها رو انتخاب و باهاشون طراحی یا نقاشی بکنیم اینجا هستش که این ترفندها میاد به کمک معمار مثلا میخواد توی طراحی داخلیش از یک سری رنگ ها استفاده بکنه میاد مربع ترکیبش رو میبنده بین اون رنگ ها و اون رنگی که مد نظرش ها رو انتخاب میکنه جدا از این بعد از یه مدت که شما این تمرین ها رو بکنین از این ترفند استفاده بکنین طیف رنگی و این مخلوط های درجه بندی شده پیشور سوی ذهنتون ثبت میشه و دیگه به صورت ناخداگاه میتونین از طیف های مختلف رنگ ها که حالا ترکیب شدن با رنگ های دیگه استفاده بکنین و احتمالا به درست حدس میزنین که ترکیب مثلا دو رنگ به مثلا در صدای مختلف چه رنگی رو به شما میده اما شاید بهترین ترفندی که ایتن مطرح میکنه گوی رنگ هستش یعنی میاد توی قالب کره قرار میده رنگ ها رو چطوری اینطوری که میاد قسمت بالای کره و قسمت پایین کره رو در اول سیاه و سفید فرض میکنه و روی خط استواه این کره اگه فرض بکنیم میاد رنگ های اصلی رو قرار میده و بینشون حالا رنگ های هم شکل میده و یه طیف بین رنگ فری و رنگ اصلی یعنی اون دوازده رنگی که حالا قسمت های قبل هم در موردش صحبت کردیم حالا هر چقدر این خط استوا به پایین که مشکی بوده نزدیکتر میشه طیف رنگ مشکی توی این رنگ های خالص اصلی و فری قوی میشه و حالا هر چقدر رو به بالا میره که رنگ سفید بالا هستش به اصطلاح روشنتر میشن رنگ ها و در نهایت یک کره به ما میده که دارای یک طیف رنگی از سیاه به سفیده که خط استواش هم همونطور که گفتم رنگ های اصلی و فریه حالا ما میتونیم اینجا رنگ ها رو جابجا بکنیم یعنی مثلا اون سیاه و سفید رو جابجا بکنیم یه سری رنگ دیگه بذاریم روی خط استوا هم دوباره یک سری رنگ دیگه فرض بکنیم این کاملا دست خودتونه که چطوری از این طرفند رنگ ها رو بکشیم بیرون مثلا آقا من میخوام توی طراحی داخلیم از سه تا رنگ بنفش و زرد و سبز مثال میزنم و استفاده بکنم حالا باید ببینم که این رنگ چطوری کنار هم خوب ترکیب میشن یا کدوم طیف از این رنگ به درد من میخورن دقیقا همین چهار ترفندی که من مطرح کردم میتونه کمکتون کنه تا به یه ترکیب ایدئال برسید خیلی ممنون که تا آخر این قسمت هم همراه من بودین خوشحال میشم اگه نظری انتقادی برای یا پیشنهادی دارین حتما برای ما کامنت بکنین اگه از ویدیو هم خوشتون اومده اون رو لایک کنین و برای دوستاتون هم که دوست دارن یه مقدار بیشتر با رنگ آشنا بشن بفرستین برای حمایت نقدی از ما هم میتونین از طریق لینک هامی باشی که توی بخش توضیحات هست ما رو نقدن حمایت کنین خیلی ممنون از همراهیتون خدا نگهدار